در 24 ساعت منتهی به ظهر جمعه طبق آمار وزارت بهداشت ایران 555 نفر دیگر تسلیم کرونا شدند. آماری که منابع غیر رسمی صحت آن را زیر سوال می‌برند و دست کم آن را 3 برابر بیشتر می‌دانند. وضعیت حدود 400 شهر همچنان قرمز است و به گفته مقام‌های بهداشت بیش از 50,000 نفر به خاطر ابتلا به کرونا در بیمارستان‌ها بستری شدند. روزانه 30,000 نفر هم دارو می‌گیرند و در خانه بستری می‌شوند. گزارش‌ها می‌گویند بیمارستان‌ها دیگر جا ندارند و حتی راهروهایشان هم پر شده. و این صف جدیدی که چند وقتی است به دیگر صف‌های ایرانیان اضافه شده. و قیمت بالای شارژ این کپسول‌ها که هر کسی توان پرداختش را ندارد. با این حال سعید نمکی وزیر بهداشت می‌گوید تعطیلات اخیر وضعیت را بهتر کرده. کرونا یکی پس از دیگری قربانی می‌گیرد، اما به نظر عده زیادی را متقاعد به خانه نشینی و عدم حضور در مکان‌های عمومی نکرده. از جمله مراسم محرم که در بسیاری از آنها فاصله گذاری اجتماعی رعایت نمی شود و گاه افراد حتی بدون ماسک عزاداری می کنند. این جلسه ستاد مبارزه با کرونا و تأکید ابراهیم رئیسی بر تأمین واکسن همزمان با عبور آمار قربانیان از مرز 100,000 نفر، البته آمار دولتی. رئیس جمهوری ایران میگوید با همتای چینیش تلفنی صحبت کرده و او قول داده که در این زمینه با ایران همکاری کند. در این جلسه همچنین تأکید شد که اعطای مجوز به شرکت‌های داخلی برای ساخت واکسن تسریع و تسهیل شود. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی که خود واردات واکسن از کشورهای غربی را ممنوع اعلام کرده بود، 10 روز پیش بدون اشاره به مسئولیتش در مرگ صدها نفر در روز در ایران، مبارزه با کرونا را مسئله اول کشور خواند. هم برای واردات، هم برای تولید داخلی باید تلاش مضاعف بشود و بتوانند واکسن رو هر جور که ممکنه برای همه مردم برسونن. میلیون ها واکسن بایستی در اختیار قرار بگیر. کشمکش میان مسئولان بر سر پیدا کردن مقصر وضع کنونی و عدم تأمین واکسن همچنان ادامه دارد. پیشتر حسین علی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت درمان و آموزش پزشکی مجلس ادعا کرده بود که خرید واکسن به خاطر پروژه ساخت واکسن داخلی به تأخیر افتاده بوده. از طرف دیگر معین‌الدین سعیدی از نمایندگان مجلس خواستار توضیح محمد مخبر، معاون اول ابراهیم رئیسی و رئیس وقت ستاد اجرایی فرمان امام درباره محقق نشدن وعده تولید انبوه واکسن داخلی شد. آقای سعیدی گفته محمد مخبر در زمان ریاستش بر ستاد اجرایی فرمان امام وعده داده بوده که تا شهریور ماه مجموعاً 70 میلیون دوز واکسن تولید شود. قولی که البته عملی نشد. مقام‌های درمانی ایران می‌گویند تا کنون بیش از 21 میلیون دوز واکسن تزریق کردند. این در حالی است که سازمان بهداشت جهانی گفته تنها 13% از جمعیت ایران دوز اول واکسن کرونا را دریافت کردند. چیزی در حدود 10 میلیون نفر. با وخیم‌تر شدن بحران کرونا در ایران، پیشتر ائتلافی از گروه‌های ایرانی آمریکایی از دولت آمریکا خواسته بودند تا ایرانیان را هم در کارزار تأمین واکسن کووید 19 خود برای مردم سایر کشورها شامل بکند. در حالی که ایران می‌تواند از طریق سازوکار کوواکس واکسن کرونا وارد کشور کند، اما برخی از مقام‌های حکومت همچنان با این کار و استفاده از این روش مخالفت می‌کنند. مهدی بیگی، رادیو فردا.